بینندگان عزیز سلام، امروز یک شنبه 13 اسفند سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 4 آگوست سال 2013 میلادی. من توریال افغان هستم و شما را فرا می خوانم به تازه ترین خبرهای غزنی افغانستان و جهان تا این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک عملیات نیروهای پلیس ملی در شهر غزنی یک تن از مخالفان مسلح دولت کشته شد. فرمانده پلیس غزنی با تایید این خبر میگوید که این عملیات بامداد روز یکشنبه در ساحه قره‌باغی شهر غزنی صورت گرفته است. در زمینه گزارشی داریم از همکارم. جنرال زورور زاهد فرمانده پلیس غزنی میگوید که در یک عملیات کشفی نیروهای پلیس ملی که به منظور رهاسازی 3 اراده موتر اکمالاتی نیروهای خارجی در ساحه قره‌باغ شهر غزنی صورت گرفته بود، بر علاوه انتقال و به آتش کشیدن این موترها از سوی نیروهای پلیس، یک تن از مخالفان مسلح دولت نیز کشته شده است. این عملیات ساعت 4 بامداد روز یکشنبه آغاز و ساعت 11 پیش از چاشت این روز به پایان رسید. پرسنل قماندانی امنیه ولایت غزنی با همانگی قوای طلب که کمک هوایی هم کت ما بودن در سایه قره‌باغی، قبلا ما اطلاع به دست آوردیم که جنایتکارا و مفسدین 4 موتر با خود برد از کمپانی شخصی دیگه اونجا استاد کرده بودن، از سرک شارع نمبر 1 را دور داده بودن و وقتی که پلیس اطلاع را حاصل کردن با قوای ائتلاف همانگی کرد و سریع از او قری عملیات کرد. یک رادار اینجا را میبینین که داتسون ضد ذره سامان هم دبینش بار است، هنوز معلوم نیست کشته دبین از چی باشه، او که قابل انتقال بود را انتقال کردیم و 3 اراده موتر دیگه که اونجا بودن اونا را حریق کردیم و از بین بردیم و عملیات به بسیار یک شکل خوب اجرا شدن و دشمن تلفات هم دیدن، یک نفرشان کشته شدند، یک موتورسیکل، یک سراچش هم به دست نیروهای امنیتی افتیدند و به نیروهای امنیتی هیچ کدام آسیبی نرسیدند. در سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولسوالی های ولایت ننگرهار 17 تن جان باختند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. همکارم عایشه فروتن گزارش می دهد. دفتر رسانه های ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه می گوید این سیلاب ها در ولسوالی های کود، اچین، سرخرود و بهسودین ولایت سرازیر شدند. بر بنیاد خبرنامه این سیلاب ها صدها جریب زمین کشاورزی را نیز ویران ساختند. در یک انفجار ماین کنار جاده در ولایت ننگرهار، سرانوال اصناف این ولایت با 15 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی در ولایت ننگرهار وقوع این انفجار را بر رسانه ها تایید می کنند. حامر امنیت فرماندهی پلیس ننگرهار میگوید این انفجار در حوالی ساعت 8 صبح روز یکشنبه در مربوطات حفظه اول امنیتی شهر جلال آباد رخ داد. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت فراه 4 طالب کشته شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس فراه این موضوع را به رسانه ها بیان کرده است. سیرینا احساس با گزارش این خبر. سخنگوی فرماندهی پلیس فراه میگوید که این درگیری عصر روز شنبه هنگامی رخ داد که یک گروهی از طالبان مسلح میخواستند کاروان موترهای فرماندهی پلیس فراه را آماج قرار دهند. وی میافزاید که یک فرمانده محلی طالبان نیز در میان کشته شدگان این درگیری است. سفارت ایالات متحده آمریکا به علت نگرانی‌های امنیتی در کابل بسته شد. به گزارش خبرگزاری رویتر، سفارت‌های ایالات متحده آمریکا در کابل و داکا پایتخت بنگلادش از جمله چندین سفارت دیگر این کشور و شماره از کشورهای غربی است که به علت نگرانی‌های امنیتی برای 2 روز بسته شدند. گفته می شود که تدابیر شدید امنیتی در نزدیکی این سفارت ها روی دست گرفته شده است. پیش از این ایالات متحده آمریکا گفته است که به علت تهدید القاعده روز یکشنبه و دوشنبه 21 سفارت و قنصلگریش را در خاورمیانه، شمال افریقا و کشورهای آسیایی به شمول افغانستان خواهد بست. پلیس ولایت اروزگان از یک حمله انتحاری در این ولایت جلوگیری کرد. سخنگوی والی اروزگان میگوید یک مرد انتحاری در حوالی ساعت 9:30 دقیقه پیش از شش روز یکشنبه که لباس پلیس به تن داشت، قصد داشت تا مواد انفجاری همراهش را در داخل ساختمان این ولایت منفجر سازد، اما پیش از رسیدن به هدف در دروازه ولایت از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و از پا درآمد. حامیان طالبان افغان به ارزش 100 میلیون یورو با ارتش ایالات متحده آمریکا پیمان بستند.
به نوشته روزنامه اندیپندنت بریتانیا، حکومت ایالات متحده آمریکا به شرکت‌ها و افراد به ارزش نزدیک به 100 میلیون یورو یا 150 میلیون دلار پیمان بسته است که این افراد و شرکت‌ها در حمایت از طالبان شهرت دارند. این روزنامه می‌افزاید که این پیمان‌ها در بخش‌های بازسازی، تدارکات ساخت جاده‌ها و فناوری در جریان نزدیک به 5 سال گذشته بسته شدند. پیش از این سیگار یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نیز رسما در این باره خواستار توضیحات پنتاگون شده بود. و حالا فشرده نگاه داریم در مورد رویدادهای تازه جهان و از برسمیت شناختن حسن روحانی به حیث رئیس جمهور تازه ایران آغاز میکنیم. رهبر مذهبی ایران حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را برای یک دوره 4 ساله تایید کرد. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران روز شنبه در مراسم از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به حیث رئیس جمهور تازه این کشور تایید شد و مراسم سوگند وفاداری آقای روحانی روی روز یکشنبه در مجلس نمایندگان ایران با شرکت رئیسان جمهور 11 کشور و شماری از مقام های خارجی برگزار شد. دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. به موازات آن در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران بر اساس تأمین منافع ملی و رفع تحریم‌های ظالمانه کنونی برخواهد داشت. این فشارهای دشمنان درست است که برای مردم مشکلاتی را به وجود می آورد، اما تجربه های با ارزشی هم در اختیار مسئولان و در اختیار مردم می گذاره. درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم این است که باید هر چه می توانیم به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم. تلاش‌های دیپلماتیک جهانی برای پایان دادن به بحران کنونی مصر در حال افزایشند. دیپلمات‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا در حال دیدار از مصر هستند و آنان می‌کوشند تا اختلاف‌ها میان حکومت زیر حمایت ارتش مصر و هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده را از میان بردارند. پس از دستور حکومت موقت مصر برای پایان دادن به اعتصاب هواداران محمد مرسی، تنش‌های در این کشور افزایش یافتند. شب یکشنبه و بامداد روز یکشنبه نیز هواداران محمد مرسی به اعتصابشان در نزدیک مسجد در شهر قاهره ادامه دادند. در درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و گروه‌های جنایتکار در مکزیکو 11 تن کشته شدند و 17 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی مکزیکو می‌گویند این درگیری‌ها در بخش‌های از این کشور به ویژه در نزدیک مرز با آمریکا رخ دادند که قاچاقبران مواد مخدر برای به دست آوردن قدرت رقابت می‌کنند. این مقام‌ها می‌افزایند که یک سرباز نیز در میان کشته شدگان این درگیری‌هاست. و اینکه جنگجویان مخالف حکومت سوریه از ضبط یک انبار مهمات ارتش سوریه خبر می‌دهد. این جنگجویان می‌گویند که این انبار مهمات در شمال شهر دمشق شامل موشک‌های ضد تانک‌های ساخت فرانسه و موشک‌های ساخت روسیه هستند. جنگ داخلی در سوریه بیش از 2 سال بدین سو ادامه دارد و در این جنگ بیش از 100,000 تن جان‌هایشان را از دست دادند. از این که بیننده یه سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاسگزارم و شما دعوت میکنم که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشد. وقت خوش، الان نگهدار.